امروز به 25 آپریل در مرکز شهر استکهلم هستیم. اینجا تظاهراتی برگزار شد به فراخوان گروه ها، سازمان ها، احزاب مختلفی که قبلا نشستی داشتن روز چهارشنبه گذشته و در اونجا تصمیم گرفتن که به این فراخوان جهانی پاسخ بدن، بتونن اعتراض کنن به اعدام های گسترده، بتونن جلو گسترش اعدام ها رو در ایران بگیرن و اعدام ها در ایران رو متوقف کنن. و سخنران ها از احزاب و گروه ها و نهادهای مختلفی بودن. امیدواریم که این فعالیت ها و این حرکات تأثیر خودش رو داشته باشه و بتونه مؤثر باشه در زندگی آدم هایی که اونجا توی سلول های مرگ نشستن، منتظر طناب دار هستن. من فاطمه بزرگی هستم. امروز اومدیم اینجا برای اینکه اعتراض کنیم، مخالفت خودمون رو اعلام بکنیم. من کلن با اعدام جوانای ایرانی به هر دلیلی، حالا اعدام به خاطر مواد مخدر، به خاطر مسائل سیاسی، به هر دلیلی مخالف هستم. و یا اینکه برای یک جرم دوبار یک نفر رو محاکمه میکنن، بعد از اینکه گذروند مدت محکومیتش رو دوباره محاکمه میکنن اون فرد رو و باز به یک زندان و یک محکومیت جدید، و بعد هم میبینیم که خیلی ها رو تو همین فاصله که زندانیشون رو در میگذرونن اعدام هم میکنن. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، اینجا میدان سرگستوری شهر استکهلم هستش. ما امروز یه تجمع اعتراضی اینجا داشتیم در رابطه با اعدام هایی که بعد از توافقات هسته‌ای در ایران در واقع گسترش پیدا کرده و در بسیاری از زندان های جمهوری اسلامی خیلی انسان ها را به دلایل مختلف و مخصوصا به دلایل مواد مخدر و قاچاق اعدامشون کردن و هر روز داره این اعدام ها زیاد میشه. اینجا مردم امروز جمع شدن و خیلی از شهرهای مختلف دنیا جمع شدن بر علیه مسئله اعدامی که در ایران وجود داره، و این کاری که ما امروز کردیم و خیلی جاهای دیگه هم کردن، یکی از موردهای خیلی مثبتش اینه که دولت ها فشار بیاریم و ازشون بخواهیم که بیان خودشون رو دخالت بدن به دور از مسئله اقتصادی سیاسی، که رابطه هایی که دارن به دور از اونها، به دید انسانی بیان واقعا بتونن انسانها رو نجات بدن. امروز روزی هستش که واقعا مردم اعتراض جهانی کردن، در تمام جاها هستش این اعتراض. ما میخواهیم به جمهوری اسلامی بگیم که باید عقب نشینی بکنه، راه دیگه ای نداره، برای اینکه تمام ملت مخالف هستن و در واقع با این شرایط غیر انسانی و ضد بشری که در داخل زندان ها به وجود آورده، و مهمتر از همه که خود زندانی هایی که در داخل زندان ها هستن، اونها خودشون بیانیه های مختلف دادن و خودشون از رهبرانی هستن که در داخل زندان ها هستن و در واقع دارن رهبری میکنن. من امروز واقعا از تمام کسایی که صدای من رو میشنون میخوام به دنیا بگم که تو این تجمع هایی که باز دوباره ما داریم تو روزهای آینده، حتما بیاین شرکت بیاین بکنیم، بیاین دخالت کنیم، بیاین دولت ها رو بیاریم وسط. تمام کسایی که فعال سیاسی هستن و مدافع حقوق انسانی هستن رو بکشونیم و بیایم ازشون بخوایم که کمک کنند و ما بتونیم از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. و یکی از این چیزهایی هستش که در واقع همون اتحاد و همبستگی هستش. امیدوارم که اون روز زودتر بیاد و ما بتونیم دنیایی در واقع آرام و با آرامش در ایران داشته باشیم و تمام زندانهای جمهوری اسلامی خالی بشه از انسانها و جمهوری اسلامی سرنگون بشه. به امید اون روز. میترا حسین هاشم هستم. امروز اینجا جمع شدیم، یه کمپینگی داشتیم برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، و اینکه می‌بینیم که در هفته گذشته همینجور هر روز اعدام‌ها ادامه داره و گروه‌های زیادی از زندانیان سیاسی رو اعدام کردن و ما برای دفاع از اونها اینجا جمع شدیم و می‌خوایم که جلوی اعدام‌ها گرفته بشه. و این سوال از رژیم اسلامی داریم که برای چی و سر خود اینا رو اعدام کردم. من محمد طهماسبی هستم. ما اینجا امروز جمع شدیم در میدان سوگیر استکهلم که مخالفت خودمان را
که جمهوری اسلامی الان 36 ساله در ایران به عناوین مختلف ایرانیان را به چوبه های دار میفرسته و جون انسان ها را میگیره. ما امروز جمع شدیم اینجا مخالفت خودمون را با هر گونه اعدام که جمهوری اسلامی در ایران انجام میده اعلام کنیم و با به جمهوری اسلامی نه به اعدام بگیم. درود بر شما، من حسین سعادتی هستم. امروز میدون سریل استکهلم جمع شدیم حمایت کنیم از کسایی که در داخل زندان هستن و مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفتن و منتظر حکم اعدام است. اعدام در داخل ایران خیلی انجام میشه و همینطوری جوانای ایران زمین رو دارن میکشن و اعدام میکنن. ما اعدام رو اینجا محکوم میکنیم. امروز هم اینجا که جمع شدیم حمایت کنیم از کسایی که در زندان هستن و نه به اعدام. ما خواستار لغو هر گونه اعدام هستیم. Iran mot Iran för att ha en lagstiftning där avrättningar ska stoppas. Det skulle vara en grundläggande mänskliga rättighet. Och nu den 28 på tisdag, jag ska ha en debatt i riksdag och visa den filmen. De som sa nej och det är mot avrättningar av alla. امروز 25 آپریل مصادف با 5 اردیبهشت بود، یک تجمع اعتراضی از نهادها و انسانهای آزادیخواه و گروههای مختلف تشکیل شد در میدان سرگستوری استکهلم به خاطر اعدامهای اخیری که در ایران صورت گرفته. اومدم که انزجار خودم رو از این حرکت غیر انسانی نشون بدم. من اینجا هستم به خاطر که نبگم به جمهوری اسلامی، نبگم به سیاستهای ضد بشری. که از دوستانمون که هم از لحاظ شنوایی و هم از لحاظ گفتاری مشکل داره. من اومدم اینجا که محکوم بکنم حکومت جمهوری اسلامی را، به خصوص کارگران و معلمان را، و اعدام هایی که در چند وقت پیش انجام شده من محکوم میکنم. از مجامع بین المللی میخوام که کمک کنن این معلمان عزیز را، این فعالان سیاسی را، و خواهان اینم که در روز اول ماه می، روز معلم، روز کارگر، همه جمع بشن و یک صدا، یک قدرت واحد بشیم که حکومت نتونه کسی را دستگیر کنه.